نمیدونم این از خوشبختی ما ایرانی هاست یا از نکات تأسف برانگیز زندگیمونه که یه سری از بهترین هامون رو جاهای دور از ایران، خارج از ایران داریم. البته باعث افتخارمون هر جا که هستن، ولی همیشه این حسرت به دلمونه که چرا این آدما توی ایران نیستن و توی ایران نمیتونن فعالیت‌های خودشون رو داشته باشن. حالا چرا اینو میگم؟ علتش اینه که اخیراً این شانس رو داشتم که یک اثر هنری بسیار بسیار برجسته رو از استاد عزیز کشورمون دیدم که سالهاست خارج از ایران داره فعالیت میکنه و یه سری از موندگارترین آثار فرهنگی رو داره برای ما مینویسه و روی صحنه میبره. چهارراه بهرام بیضایی. چهارراه شلوغی. چهارراه. نویسنده و کارگردان بهرام بیضایی. محل اجرای نمایش سالن راپلی در دانشگاه استنفورد. واقعا احتیاج نیستش که خیلی سرتون توی تئاتر رو سینما و چه میدونم هنر و اینجور چیزا باشه که بخواید اسمش رو شنیده باشید یا بشناسیدش و بدونید که چرا ایران رو ترک کرده. همونطور که لازم نیست که معماری بلد باشیم تا بدونیم که چرا سیحون و امانت که یه سری از موندگارترین آثار معماری کشور رو ساختن ایران رو ترک کردن. آدم سیاسی نیستم، به این قضایا هم نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم که با اینکه وجود این آدما برای ما افتخاره و غنیمتی بودن این آدم ها برای ما، کشورمون، فرهنگ و هنرمون، آیا بهتر نبود که یه شرایطی رو فراهم میکردیم که این آدم ها بتونن توی ایران، تو کشور خودمون فعالیت بکنن؟ آیا بهتر نبود که این همه افتخار رو از یه ایرانی به ایران منتقل بکنیم؟ ما تو مملکتمون هم استعدادهای بالقوه زیادی داریم، هم استعدادهای بالفعل زیادی داریم. شاید اگه میتونستیم یه ذره با هم مهربون تر باشیم اینقدر اوضاعمون پیچیده نمیشد. شاید اگه میتونستیم یه ذره مثبت نگرتر، شاید یه ذره یه عالمه بیشتر مثبت نگرتر باشیم، به رنگ و مذهب و عقیده و مرام و مسلک سیاسی و مذهبی آدم کاری نداشتیم. سعی میکردیم که از هم یاد بگیریم و به هم یاد بدیم، افتخار بکنیم به هنرمندا و هنر خودمون. دوچار این مدل مشکلات و این همه حسرت به دل نمیشدیم. مگه نه اینکه هممون از یه آب و خاکی، موفقیت تو موفقیت منه، سربلندی تو سربلندی منه، روزیمون هم که به قول قدیمی ها دست خداست. بیاید با هم مهربون تر باشیم، بیایم خوبی های همو ببینیم، بیایم هنر رو انحصاری نکنیم. به بیضایی ها، به مخمل باف ها، به کیارستمی ها، به حاتمی کیا ها، به همه کسایی که دارن کار هنری میکنن افتخار بکنیم. فرقی نداره، از بالاترین مسئولیت تا پایین ترین، هر کسی که داره با عشق توی این مجموعه کار میکنه لایق احترامه و باید بهشون عشق ورزید. بیاییم آدم های بهتری باشیم برای جامعه و دنیا، بیایید دنیای قشنگتر و بهتری بسازیم. شی دارد این جان ما، پاینده با خاک این